بینندگان گرامی سلام بر شما، توجه شما را به اخبار امروز سرخط جلب می‌کنیم. قسم به خون شهدا حقمان را پس می‌گیریم. برای چندمین بار تجمع مالکان زمین‌های پردیس استک به دلیل ابطال 5000 سندهای تکبرگی مالکان این زمین‌ها مقابل فرمانداری پردیس برگزار شد. بار قبل این مال باختگان به تاریخ 2 شهریور 96 در مقابل دفتر اسناد تجمع کرده بودند. تجمع کنندگان شعارهای همانند سایر مال غارت شدگان می‌دهند: ایران دوستخانه شده و قسم به خون شهدا حقمان را پس می‌گیریم. غارت شدگان مؤسسات مالی در شهرهای اپر و مشهد نیز دست به تجمع اعتراضی زدند. در مشهد نیروهای سرکوبگر رژیم تلاش کردند تا مانع از تجمع غارت شدگان شوند. در اپر شماری از غارت شدگان در برابر مؤسسه کاسپیان تجمع کرده و خواستار بازگرداندن سپرده های خود شدند. مقاومت مردم در برابر نیروهای سرکوبگر که قصد خراب کردن یک خانه را داشتند. ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی در دیزین تهران وحشیانه به مردم یورش بردند و با اسپری فلفل و شلیک تیر هوایی تلاش کردند آنان را متفرق کنند. این یورش وحشیانه زمانی به وقوع پیوست که مردم دیزین به خصوص زنان در برابر ماموران نیروی انتظامی که قصد تخریب یک خانه را داشتند مقاومت کردند و مانع حرکت خودرو ون نیروهای انتظامی شدند. در جریان این یورش چندین تن از معترضان به شدت آسیب دیدند. ایستادگی یک زن در برابر حمله وحشیانه شهرداری. ماموران شهرداری برای خراب کردن خانه یک زن که صاحب 5 کودک است به این خانه حمله کردند که با عکس العمل این زن مواجه می شوند. او داخل بیل لودر می نشیند و فریادهای جگرخراشی سر می دهد و می گوید کجا بروم؟ این زن فریاد می زند اجازه نمی دهم که خانه ام را خراب کنید. در وحشت از اوجگیری حمایت از این مادر، ماموران مجبور به ترک محل می شوند. تجمع برای 6 ماه حقوق عقب افتاده. بازنشستگان آموزش و پرورش مقابل ساختمان مجلس رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها خواهان پرداخت معوقات و همچنین تعیین تکلیف نحوه پرداخت حقوق و دستمزدهای خود هستند. برخی از بازنشستگان حدود 6 ماه است که حقوق و مزایای خود را دریافت نکردند. همچنین بازنشستگان فولاد در اعتراض به پرداخت نشدن به موقع حقوق و معوقاتشان مقابل مجلس تجمع کردند. تجمع کنندگان با حمله پلاکاردهایی خواستار پرداخت به موقع حقوق و معوقات خود شدند. کارگران کشتی سازی بحرگستر ندیم هرمز برای 3 روز متوالی مقابل درب اصلی مجتمع در بندر عباس تجمع کردند و خواهان 4 ماه حقوق و برخی مزایای مزدی خود هستند. گروهی از این کارگران برای امروز نیز مقابل ورودی محل کار خود تجمع کردند. اعتراض کارگران شهرداری اندیمشک. کارگران شهرداری اندیمشک 14 ماه است که حقوق خیش را دریافت نکردند و در شرایط سخت معیشتی به سر می‌برند. این چندمین تجمع کارگران زحمتکش شهرداری اندیمشک است که بیش از 1 سال است حقوقشان غارت شده است.